من ازتون تقاضا میکنم 5 تا صفت خدا رو در نظر بگیرید. خدا هم دانای مطلق و بی‌نهایته، یعنی همه نیازها رو میدونه. اون خدایی که ما باورش داری، قبولش داری، هم دارای مطلقه، هم توانای مطلقه. اگه که به کسی بخواد بده، هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره. عاجز نیست، مهربان هست، کینه از کسی نداره که بخواد یه کسی رو بچزونه. ارحم الراحمینه، هیچ بخلی هم نداره. بخشنده هست و جواد بی نهایت. شما این 5 تا صفت خدا رو به عنوان یک مدیر تو این عالم وجود در نظر بگیرید، چجوری باهاش برخورد میکنید؟ خدایی که میدونه من چی میخوام، داره که بده، میتونه بده، هیچ کینه ای هم از من نداره، از همه بر من مهربان تره، هیچ بخلی هم نداره، بخشنده محض. اگه اینو باور داشته باشی، میفهمی که یه جایی که خدا بهت نداد، نه از باب اینکه نمیدونه و نه از باب اینکه نمیتونه بهت بده و نه از باب اینکه نداره بهت بده و نه از باب اینکه کینه تو به دل داره که بهت نداده و نه از باب اینکه بخیله که بهت نداده، هیچ کدومش نیست، بلکه دوستت داشته بهت نداده. البته این با فرض این که ما تنبلی نکرده باشیم. یه موقع از خودمون تنبلی کردیم، یه نتیجه نمیگیریم. یه موقع نه، ما کار خودمونو کردیم، ما زحمت خودمونو کشیدیم، اما حالا اون حاجتمونو خدا نداده مثلا، یا کم داده. اونجا اگر خدا نداد، از با که دوستت داره. یه پدر و مادر دلسوز و مهربان، بچه کوچکشون پا میکوبه زمین، یه چاقوی خیلی تیز دست پدر یا مادرش، اونو میخواد بازی کنه باهاش. پدر یا مادر دلسوز بهش نمیدن. اون بچه شاید تو دلش بگه عجب پدر و مادر بیرحم. حالا اون پدر و مادر بیرحم من که بهش نمیدم اون چاقوی تیزو، یا اتفاقا خیلی هم دوستش دارن که بهش نمیدن. یه موقعهایی هستش که ندادن ها از این بابه. کسانی هستن که اینا رو باور دارن، چون میدونن یه همچین خدای مدیر عالم خوشه. خوش بودنشون نه از باب این که وضعیت مالیشون خیلی خوبه، میشه تو راحت، نه، اتفاقا اولیای خدا تو زندگیشون مشکلاتشون از همه بیشتر بوده. در زندگی مشکل دارن، اما با زندگی مشکل ندارن. با فلک و ملک در نیفتن.